سلام، در برنامه امروز با نیکولاس کی سفیر بریتانیا در افغانستان گفتگو میکنیم. آقای کی تا چند ماه آینده به حیث سفیر ملکی ناتو در افغانستان کارش را آغاز خواهد کرد. با ما باشید. آقای سفیر، به برنامه خوش آمدید. فکر میکنم که یک هفته دیگر از وظیفه تان به حیث سفیر بریتانیا در افغانستان مانده است. در این یک هفته تمرکز کار شما بر چی خواهد بود؟ تشکر. خدای هیبتناک من، در یک هفته کار زیادی نمیتوانم انجام دهم، بجز این که دوستان و همکاران خوبی را که در اینجا داریم ببینیم و با آنان خداحافظی کنم. برای آنان بهترین ها را در سال 2019 آرزو کنم. بهترین ها را در روند سال دموکراتیزه ساختن و انتخابات برایشان آرزو کنم و برای باستوانایی اجتماعی و اقتصادی برایشان بهترین ها را آرزو کنم. در بیشتر از 1.5 سال اخیر من سخت کار کردم تا از طریق سفارت بریتانیا در افغانستان از تمامی این چیزها حمایت کنم. شما از روند صلح نیز حمایت کرده اید. آیا به کار سفیر خلیلزاد باور دارید؟ Absolutely, I do. I mean, the UK fully supports the work of Ambassador Khalilzad. We think this is a really, really significant development. کاملا. من و بریتانیا از کار سفیر خلیلزاد کاملا حمایت میکنیم. ما فکر میکنیم که این یک پیشرفت واقعا قابل توجه است. وقتی که نزدیک به 1.5 سال پیش به اینجا رسیدم، افق یک روند صلح جدی یا گفتگو بسیار دور بود، یعنی در اینجا نبود. اما اکنون از اینجا می روم. بسیار خوشحال هستم که تلاش های بسیار بسیار جدی ایالات متحده را می بینم که با گماشتن سفیر خلیلزاد نشان داده شده است. او یک دیپلمات بسیار با تجربه و بلندپایه است و یکی از این دیپلمات هاست که افغانستان را بسیار خوب می شناسد. می بینم که در حکومت ایالات متحده یک موقف متحد را برای حمایت از او از بحر کمک و رسیدن به مصالحه در افغانستان می بینیم. پس این یک رویداد تاریخی است. این فرصت است که پیش از این وجود نداشت و فکر میکنم بسیار مهم است که همگی از این فرصت بهره ببرند، همگی اینجا در افغانستان و نیز همگی در کشورهای منطقه که بر طالبان نفوذ دارند. اما این گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان هستند. درباره مردم افغانستان و کشورهای دیگری که در این بحران دخیل هستند و یا از آن نگران هستند چی؟ You're absolutely right, and Ambassador Khalilzad is very, very clear. And I've also seen my good colleague Ambassador John. شما درست میگویید. سفیر خلیلزاد بسیار واضح بود است و من همکار خوبم سفیر جان بس را نیز در طلوع دیدم که بسیار واضح بود. ما همگی باور داریم که این روند باید به مذاکرات میان افغانها و توافق سیاسی بیانجامد. یعنی طالبان با افغانهای دیگر گرد یک میز بنشینند و اختلافهایشان را حل کنند. مذاکرات صلح برای افغانستان از سوی خارجیان، چه ایالات متحده باشد چه کشورهای دیگر، وجود ندارد. مذاکرات صلح باید از سوی افغانها برای افغانها باشد. آیا فکر میکنید که این کار در زمان کوتاه 6 تا 9 ماه که گفته میشود ممکن است؟ Peace process requires usually quite a long period, and that if it is too بگذارید ببینیم. فکر میکنم که نمونه های از سراسر جهان نشان میدهند که روند صلح به زمان درازی نیاز دارد. اگر این روند بسیار پرشتاب باشد، این صلح پایدار و دوامدار نخواهد بود. فکر میکنم باید بدانیم که این روند در بسیاری از کشورها در سراسر جهان تجربه شده است. در کولومبیا، آیرلند شمالی و اندونزیا. فکر میکنم چیزی که باید داشته باشیم فوریت کامل برای انجام جدی گفتگوهاست. فوریت برای آغاز و زمانی که این روند آغاز شد. برای پایان آن نباید جدول زمانی ساختگی باشد. گفتگوها باید تا زمان ادامه یابند که نیاز است. The talks should take as long as they need.
بگذارید که بر کشورهای منطقه مانند ایران، پاکستان، روسیه و چین تمرکز کنم. فکر میکنید که برای صلح دوامدار در افغانستان گفتگو با این کشورها حیاتی است؟ I think yes, absolutely. The regional countries and many other countries not absolutely so close to بله، کاملا همین گونه فکر میکنم. کشورهای منطقه و کشورهای دیگر، نه فقط کشورهایی که به اینجا بسیار نزدیک هستند، میتوانید به روسیه، عربستان سعودی و 41 کشوری که مأموریت حمایت قاطع را میسازند فکر کنید. همگی در صلح دوامدار در افغانستان بهره میبرند و هر کدام آنها به گونه ای میتوانند همکاری کنند. فکر میکنم که باید همکاری، هماهنگی و حمایت بین المللی را از یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها ببینیم. اما برخی از این کشورها به ویژه پاکستان به حمایت از طالبان متهم است. این روزها ایران و روسیه هم. این کشورها با ایالات متحده نیز مشکل دارند. مردم فکر میکنند که ایالات متحده چگونه میتواند بدون قطع روابط این گروه با این کشورها طالبان را به میز مذاکره و صلح را به افغانستان بیاورد. Absolutely, countries who have an influence and have contacts with the Taliban should be using that influence and those contacts to bring and persuade the Taliban to engage. یقیناً کشورهایی که با طالبان تماس دارند و یا بر آنان نفوذ دارند باید از این نفوذ و تماسها برای تشویق طالبان و گفتگوها با افغانهای دیگر کار بگیرند. آنان باید این کار را انجام دهند. آنان به این علت باید این کار را انجام دهند که این کار به سود خود آنهاست. در سالها و دهه‌های گذشته دیده ایم که اگر در افغانستان حکومت مستحکم و مورد حمایت مردم افغانستان نباشد، مشکلات مانند بی‌ثباتی، ناامنی و گروه‌های هراس‌افکن وجود خواهند داشت. بیایید به یاد داشته باشیم که القاعده و داعش در اینجا هستند و باید از افغانستان نابود شوند. این چیزی است که به سود ایران، پاکستان، روسیه، چین و به سود تمامی جهان است. باید یکجا راهی بیابیم که افغان‌ها را کمک کنیم تا اختلاف‌هایشان را با هم حل کنند. طالبان و افغانهای دیگر با یک توافق سیاسی، وحدتی ملی، وحدتی وابسته به صلح برسند و پس از آن میتوانیم که برای همیشه به مشکل گروههای هراس افغان مانند القاعده و داعش رسیدگی کنیم. درباره بریتانیا چی؟ آیا این کشور با طالبان تماس دارد؟ The UK has often made its views very clear. I think the Taliban بریتانیا معمولا دیدگاه‌هایش را بسیار واضح ساخته است. فکر می‌کنم که طالبان کاملا می‌دانند که بریتانیا چی موقفی دارد. بریتانیا به دنبال داشتن یک روند با طالبان نیست. به گونه‌ای که ما می‌دانیم طالبان همواره تاکید کردند که می‌خواهند درباره حضور حکومت ایالات متحده در این کشور با حکومت آمریکا گفتگو کنند. 18 ماه پیش وقتی من به اینجا آمدم، نیز این افق وجود نداشت که ایالات متحده به دیدار با طالبان موافقت خواهد کرد. آنان می‌گفتند که طالبان باید با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما آن را تغییر دادن و فکر می کنم که این یک تغییر قابل توجه و مهم است. فکر می کنم این خوب است که اکنون ایالات متحده با طالبان گفتگو می کند تا طالبان را به میز گفتگو با افغانهای دیگر بیاورد. بسیاری از افغان‌ها فکر می‌کنند که بریتانیا نه تنها با پاکستان روابط نیرومند دارد، بل نفوذ بسیار هم بر اسلام‌آباد دارد. آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این نفوذ پاکستان را تشویق کند که برای صلح افغانستان بیشتر کار کند؟ You're absolutely right. I mean, the UK has very, very long history and relationship with Pakistan. کاملا درست است. بریتانیا با پاکستان تاریخ و روابط بسیار درازی دارد، همان گونه که با افغانستان هم تاریخ و روابط درازی دارد. یقینا ما از هر فرصتی که بتوانیم کار خواهیم گرفت تا درباره نیاز برای حمایت از روابط مناسب کشور با کشور میان افغانستان و پاکستان، در نیاز برای اطمینان یافتن از اینکه هیچ هراس افغانی از پناهگاه، پول و حمایت در پاکستان برخوردار نمی شود با حکومت پاکستان گفتگو کنیم. این چیزی است که ما درباره آن بسیار مصر و روشن بوده ایم.
This is something which absolutely we are very consistent and clear about. آیا فکر میکنید که با تلاش‌های تازه سفیر خلیلزاد و وعده‌های تازه پاکستان درباره کمک به صلح افغانستان این بار پاکستان این کار را انجام خواهد داد؟ I really do believe, that after so many decades. من باور خواهم داشت که پس از چندین دهه رنج، مصیبت، بحران و هراس افغانی در منطقه که تنها در افغانستان نیست، پاکستان نیز از آن رنج دیده است. فکر می کنم که اکنون همگی به مرحله می رسند که می بینند که بهترین امتیاز، بهترین سود مشترک پایان دادن به بحران در افغانستان است. بودن صلح و ثبات در افغانستان است. باید یک حکومتی که از سوی تمامی افغانها محترم و به رسمیت شناخته شده باشد و اینکه روابط میانی افغانستان و پاکستان باید کامل و بدون محدودیت در بخش بازرگانی، روابط اقتصادی، رفت و آمد مردم، تمامی چیزهایی که برای این دو کشور ضروری است، هستند باشد تا در جریان دو دهه آینده توسعه و رونق بیابند. فکر می کنم که این چیزی است که همگی به درک آن آغاز می کنند. این لحظه برای پاکستان و طالبان و مردم افغانستان و تمامی دوستان و همسایه های این کشور فرصت است واقعا یکجا بیایند و از یک توافق صلح پشتیبانی کنند. این درست است که نه تنها افغانستان بل منطقه از هراس افغانی و خشونت رنج برده است، اما باورهای این هستند که پناهگاه ها و رهبران طالبان در پاکستان هستند و این کشور از سوی بسیاری از کشورها به حمایت از هراس افغانی متهم شده است. نابودسازی این پناهگاه ها برای مردم بسیار مهم است. فکر میکنید که پاکستان این کار را انجام خواهد داد؟ I really believe that no country should be harboring terrorists or allowing them to have any sanctuary or support or logistical bases in their country. من خالصانه چنین امیدی دارم. من واقعا باور دارم که هیچ کشوری نباید به هراس افغانان پناه دهد و یا به آنان اجازه دهد که در کشورشان پناهگاه، حمایت یا پایگاه‌های لوجستیکی داشته باشند. این در مورد پاکستان، افغانستان، ایران و هر کشور دیگری اجرایی است. من امیدوارم که اکنون یک حرکت تازه جریان دارد که از سوی مردم دو کشور و نیز از سوی جامعه جهانی در بالاترین سطح پشتیبانی می شود. امیدوارم که این حرکت کارا باشد. در یک سال اخیر که اینجا بودم نیز خرسند بودم که در رابطه دو کشور بزرگ افغانستان و پاکستان پیشرفت‌های مهمی به دست آمدند. ما سند برنامه اقدام افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی را داریم. We have the APAPS document, the Afghanistan Pakistan peace and security peace and stability agreement. اما این توافقنامه عملی نشده است. No, not fully, and it's going through a period now where the two are finding it difficult to make progress on it. However, what I think it does. نه خیر، نه کاملا. اکنون دوره است که دو طرف پیشرفت را در این زمینه دشوار می‌بینند. هرچند آنچه که فکر می‌کنم این توافقنامه نشان می‌دهد این است که وقتی هر دو طرف اراده داشته باشند، مردم می توانند گرد یک میز بنشینند، می توانند مشکلاتشان را حل کنند، راهکارهایی را برای حل این مشکلات پیدا کنند. پیشرفت در این زمینه مثبت بوده است. آنچه که اکنون نیاز داریم ببینیم عمل شدن این نتیجه آن است. فکر می کنم که این توافقنامه نسبت به ماه مارچ سال 2017 که مرز میان دو کشور بسته بود، میان دو حکومت هیچ گفتگویی نبود، شلیک‌های فرامرزی و موارد دیگری بود، یک دلگرمی است. من باور دارم که با سفرهای بلندپایه‌ای که انجام شدند و کار روی سند APAPS روابط دو کشور در حال تحکیم هستند. درباره دستاوردهای مردم در این سالهای اخیر چه؟ مردم از اینکه این دستاوردها در گفتگوها میان ایالات متحده و آمریکا بحث نمی‌شوند نگران هستند. The progress that Afghanistan has made over these years is remarkable and very important that it is preserved. پیشرفت هایی که افغانستان در این سالها به دست آورده است قابل توجه هستند و مهم است که حفظ شوند. من شخصا می توانم به یاد بیاورم که در اکتبر 1996 به کابل آمدم و با سرپرست وزارت خارجه طالبان که تازه به کابل رسیده بود دیدار کردم. ما در وزارت خارجه نشستیم و گفتگوهای دشواری داشتیم. زمینه های مشترک بسیاری میان ما نبود. یکی از گفتگوهایی که داشتیم درباره نیاز حرمت گذاری به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان بود.
این در سال 1996 بود. بار دیگر که در وزارت خارجه بودم زمانی بود که در تابستان 2007 به حیث سفیر به اینجا آمدم. من به وزارت خارجه رفتم و سرپرست وزارت خارجه را دیدم که معاون وزیر خارجه بانو عادل راز بود. او یک زن جوان افغان و تحصیل کرده است و کار او در وزارت خارجه در پهلوی چیزهای دیگری به معنای توانمندسازی اقتصادی زنان است. این برای من پیشرفت عظیمی را نشان می‌دهد که افغانستان در این دوره به دست آورده است. بریتانیا و اطمینان دارم که تمامی دوستان و همکاران بین المللی افغانستان اراده دارند که این دستاوردها در بخش حقوق زنان، حقوق بشر، مثلا آزادی بیان، رسانه‌ها که پیشرفت‌های بزرگی داشتند، نباید قربانی شوند. افغانستان اکنون شاید یکی از فعال‌ترین رسانه‌ها را داشته باشد که در سطح منطقه و شاید جهان خبرنگاران شجاع و دلیری دارد. تمامی این دستاوردها حیاتی هستند. هرچند تا جایی که من می‌دانم برای مذاکره افغان‌ها با طالبان هیچ خط سرخی وجود ندارد. من اطمینان دارم که در این گفتگوها افغان‌ها برای بپاخیزی در پای میز و در توافقنامه‌شان خطهای سرخی خواهند داشت. All of these gains are vital, and although there are absolutely, from what I can understand, no red lines for sitting down at the table to have a negotiation with the Taliban, Afghan to the Taliban, I am sure that in those negotiations, Afghans will have red lines for standing up from the table with an agreement. افغان ها نمی خواهند ببینند که زنان از بحر تنها بیرون رفتن در خیابان ها لطکوب شوند یا مردان به علت شکل موهایشان سرزنش شوند. اینها چیزهایی هستند که در رژیم طالبان معمول بودند. مردم می پرسند آیا می توانیم مطمئن باشیم که اگر طالبان دوباره به قدرت برسند این چیزها تکرار نخواهند شد؟ شما کاملا درست میگویید. همان گونه که گفتم در زمان طالبان در اینجا بودم. من هم اندک میدانم که آن زمان چگونه بود. ما مصمم هستیم که نباید نقض آزادی های بنیادین حقوق بشری مردم بازگشت کند. فکر میکنید که طالبان از سال 1996 تا کنون تغییر کردند؟ نشانه های وجود دارند که شاید این گونه باشد، اما همان دلیل است که مردم باید از بحر آن گرد بیایند و در گردی یک میز یا جای دیگری و اندیشه ها، ارزش ها و نیازهای مطلق یکدیگر را دریابند. همچنان این همان دلیل است که روند صلح شاید زمان بر باشد. مسائل دشواری وجود دارند. As I said before, a peace process is likely to take some time. There are difficult issues out there. درباره انتخابات، آیا فکر میکنید ارزش آن را دارد که انتخابات ریاست جمهوری به علت روند به تعویق انداخته شود که هیچ کس مطمئن نیست همان نتایج را می آورد که افغان ها می خواهند؟ The elections and the election timetables, of course, are issues for the Afghan تصمیم گیری درباره انتخابات و زمان انتخابات مربوط به نهادهای انتخاباتی افغانستان است که در مشوره با طرفهای درگیر مانند حکومت افغانستان تصمیم بگیرد. اکنون تاریخی را که آنها برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است 20 ماه اپریل است. ما به آنها کمک خواهیم کرد که به این هدفشان دست یابند. دونرهای مانند بریتانیا از نهادهای روند انتخابات حمایت مالی می کند و در حال حاضر طرح همین است. Quite a lot of support for the electoral process and the electoral bodies, and so that is the plan at the moment. اگر ایالات متحده یا طرف دیگر بگوید که نیاز است انتخابات به علت گفتگوهای صلح به تعویق انداخته شود، آیا شما از آن حمایت میکنید؟ Well, absolutely. The peace process is very important and very urgent that it gets started. یقیناً بسیار مهم و فوری است که روند صلح آغاز شود. این یک مسیر است. انتخابات بسیار مهم و فوری است و باید آغاز شود و این مسیر دیگر است. فکر میکنم که اکنون باید در هر دو مسیر به پیش برویم. پیش از رسیدن به دریا موزه هایتان را نمیکشید. فکر میکنم که در افغانستان یک ضرب المثل است که میگوید دریا را که دیدی موزه هایت را بکش. When you see the river, you take your boots off. Okay.
درباره 500 سرباز بریتانیایی که قرار بود به افغانستان بیایند. آیا آنان اینجا هستند؟ Yes, we have now well over 1000 troops. We have in the time I've been here, the UK has doubled its commitment to resolute support, training, advise and assist mission. So I'm pleased that yes, the UK is like many other بله بله، اکنون ما بیش از 1000 سرباز داریم. بریتانیا تعهدش را به ماموریت کمک، آموزش و حمایت ماموریت حمایت قاطع دو برابر ساخته است. بریتانیا هم مانند متحدان و همکاران دیگر ناتو تعهداتش را به افغانستان گسترش می دهد. از زمانی که ایالات متحده راهبردش را برای جنوب آسیا اعلام کرده است، متحدان آمریکا به پشتیبانی از ماموریت حمایت قاطع گرد آمدند. بریتانیا بخشی از این ماموریت است. یکی از بخش‌های این ماموریت حمایت از اکادمی افسران است که 3300 جوان افغان از آن فارغ شدند. فراغت آخرین گروه آن در روز پیش بود. این یکی از چیزهایی است که در سالهای اخیر با چشمان خودم دیدم که گواه پیشرفت و توسعه بود است. نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان، ارتش، نیروهای ویژه، کماندو، پلیس، نیروهای هوایی افتخار این ملت هستند. اگر ایالات متحده در توافق احتمالی با طالبان نیروهایش را از افغانستان بیرون کند، بریتانیا و ناتو نیز همین کار را انجام خواهند داد. The US is a large member of the NATO alliance. ایالات متحده یک عضو متحد اتحاد ناتو است. اطمینان دارم که در پایان این گونه مسائل در ناتو و نیز میان ایالات متحده و حکومت افغانستان بحث خواهد شد. آنچه که من پیش بینی می کنم این است که سرانجام یک خروج انجام خواهد شد. ناتو نمی خواهد که تا ابد در اینجا بماند. بر بنیاد اوضاع روی زمین در هر زمان بخشی از این اوضاع و شرایط که یک بخش بسیار مرکزی است، این است که آیا افغانستان به اندازه کافی امن و دارای حکومتی خوب خواهد بود یا نه، تا این که افغانستان به پایگاه هراس افکنان برای فعالیت‌های بین المللی مبدل نشده است. شما از ماه مارچ سال آینده تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک ناتو را رهبری خواهید کرد. تمرکز کار شما چگونه تغییر خواهد یافت یا این دو ماموریت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ Well, you're right. It is a great honor to have been selected by the Secretary General of NATO to head up the این افتخار بزرگ است که از سوی دبیر کل ناتو برای رهبری تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک ناتو برگزیده شدم. فکر می‌کنم که یکی از این شباهت‌ها میان کار من اکنون و آن زمان، اولویت دادن از سوی من به تلاش‌ها برای پایان جنگ در افغانستان و آوردن صلح به این کشور است. آوردن صلح به کشوری که من نخستین بار در سال 1976 دیدم، پیش از این که شما و بیشتر افغان‌ها تولد شوید. من در سال 1976 کشوری را دیدم که صلح آمیز بود. می توانستیم به آسانی از یک شهر به شهر دیگری، از یک روستا به روستای دیگری برویم. هیچ نوع امنی نبود. این آرزوی شخصی من است که در کمک به بازگشت افغانستان به آن شرایط نقشم را بازی کنم و فکر می کنم که می توانم این کار را انجام دهم. یک کابوس اگر 40 سال هم دوام کند، در پایان همگی از کابوس بر می خیزند و کابوس پایان خواهد یافت. And I think it can. I think, you know, any nightmare, even if it lasts 40 years, in the end, everybody wakes up from a nightmare, and the nightmare will be over. Okay, just three more questions. Recently, UK special representative. درست. سه پرسش دیگر. اخیراً نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان گرت بیلی و همتای ازبکستانی اسمت الله ارگاشف گفتند که دو کشور برای پروژه‌های مشترک اجتماعی اقتصادی در افغانستان آمادگی می‌گیرند. هدف این پروژه‌ها چیست؟ آیا اهمیت فزاینده کشورهای منطقه را در ثبات افغانستان نشان می‌دهند؟ Yes, I mean, I think probably the conversation was very specifically in that case about supporting بله، فکر میکنم که این موضوع موضوعی بیشتر بحث روی حمایت از این پروژه ها در ازبکستان بوده است. زیرا اکنون ازبکستان زیر اداره حکومت متفاوت نسبت به سالهای گذشته است. روی کردها در آنجا دموکراتیزه تر میشوند و این چیزی است که بریتانیا میخواهد از آن حمایت کند. درباره روابط ازبکستان با افغانستان هم در سالهای اخیر گواهی پیشرفت ها در این زمینه بوده ایم. من هیئت های بلندپایه ازبکستانی را دیدم که از اینجا دیدن میکنند. میدانم که
که رئیس جمهور غنی به آنجا یک سفر موفقانه داشت. فکر می کنم که تمامی اینها درباره افزایش پیوندها در آسیای میانه و میان آسیای میانه و آسیای جنوبی است. در این کار افغانستان نقش مرکزی و مهم می دارد. در کنار جنگ، فساد یک چالش بزرگ دیگر در افغانستان است. این وضع را چگونه پایان داده می توانیم؟ بله، و امروز روز جهانی مبارزه با فساد اداره است. امروز من در مراسم به مناسبت از این روز در ارگ شرکت کردم. حل این مشکل آسان نیست. به چیزهای زیادی مانند اراده سیاسی نیاز دارد، تطبیق فنی و قانونی نیاز دارد. امروز به حاضران گفتم که به باور بریتانیا افغانستان در مسیر درست قرار دارد. در سالهای اخیر دستاوردهای بزرگی به دست آمدند. به گونه مثال، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، ریاست ثبت دارایی ها، برخی از نهادها برای نظارت مانند مک، کمیته نظارت و ارزیابی، در سال گذشته قوانین و مقررات بسیاری تصویب شدند. تمامی این کارها خوب و عالی هستند و اکنون به تطبیق این قوانین و مقررات نیاز است. مثلا جلب های بازداشت، این برای مرکز عدل و قضایی مبارزه با فساد یک مسئله است و پلیس باید جلب ها را عملی کند و مردم به عدالت کشانیده شوند. پیشرفت هایی که به دست آمدند، 144 تن از سوی دادگاه عدل و قضایی محکوم شدند و این خودش میگوید که در مبارزه با فساد پیشرفت شده است. که شما در حکومت میبینید؟ بله، همان گونه که گفتم آنان در مسیر درست هستند و به علت کارهای زیادی که انجام شدند باید به آنان تبریک گفت. آیا کار آنان پایان یافته است؟ آیا این مقررات و قوانین را بدون ترس، بدون مداخلات سیاسی تطبیق کردن؟ نه، هنوز. پرسش اخیر من، آقای سفیر، شما کارتان را به حیث سفیر بریتانیا در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید و 5 سال پس از یک توافقنامه احتمالی صلح میخواهید چگونه افغانستان را ببینید؟ اطمینان ندارم که موافق باشم که یک روند صلح 5 سال زمان خواهد گرفت. 5 سال پس از توافق صلح. درست، خوب است. من باور دارم که روند صلح بسیار سریعتر از آن به دست خواهد آمد. 5 سال پس از آن تحکیم و عملی ساختن برخی از مواد آن زمان خواهد برد. این یک امتیاز بود است که سفیر بریتانیا در اینجا باشم و با همکاران فوق العاده افغان و بریتانیایی کار کنم. ما یک کمک کننده مهم، ما پس از ایالات متحده بزرگترین سفارت را در افغانستان داریم. متخصصان خوب ما اینجا در زمینه امنیت، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با هراس افغانی، انتخابات و توسعه کار میکنند و در سالهای اخیر پروژه های توسعه خوبی داشته ایم. نسبت به گذشته صدها هزار افغان دیگر به ویژه دختران به مکتب میروند. من به برخی از همکاری های بریتانیا در اینجا افتخار میکنم. رهبری این تیم برای من افتخار بوده است. میدانم که هر عضو این تیم امیدوار است که در 5 سال آینده افغانستان به ما نیاز نداشته باشد. افغانستان در صلح باشد، با ثبات، دارای حکومت داری خوب و اقتصادی در حال رشد باشد. مردم از حق رفتن به مکتب، خدمات صحی و حقوق دیگرشان برخوردار باشند. آیا این کارها در 5 سال انجام خواهند شد؟ نه، اما این راهی برای داشتن آینده روشن‌تر خواهد بود. تشکر آقای سفیر.